قبل از اینکه من حالا وارد خود بیگ بنگ بشیم اگر نکته‌ای هست می‌خوایم بله بله این خیلی مسیحی ها میگن که این چیزی که الان دانشمندا میگن در باره بیگ بنگ خیلی شبیه همین قسمت خط اول انجیل که میگه لدر بی لایت بزر بزر نور خدا گفت نور باش و نور آره میگه was nothing but void uh, میگه زمین فرملس بود و void بود مشکلی من پیشنهاد میکنم به بس. دوستانی که اینطوری فکر میکنن برن این که یک وبسایت هست به origins.org دقیقا این قضیه رو خیلی خیلی خوب ببخشید من واسه حرفت می‌خواست یه چیزی بگم آ نه یعنی می‌خواستم توضیح بدم به کسایی که نمی‌دونن خیلی مسیحی ها میگن که بین این بالاخره تازه رسید به جایی که مسیحیت از همون اولش بود یعنی این اثبات میکنه که مسیحیت درسته بفرمایید شما مشکل این ادعا اینه که ترتیبی که در کتاب مقدس اومده غلطه اگر که دوستان بخونن کتاب آفرینش رو من اینو قدیم موقعی که میخوندم حالا یادداشتش هم کردم الان دقیق به نیست ولی وبسایتی هست به نام origins.org که هم مدلی رو که علم توضیح میده که ترتیب خلقت چیست آورده هم مدلی رو که در کتاب مسیحیت اومده ترتیبش نشون میده و تو این مدل ما تو مدل کتاب مقدس ما اول میگه که لذا بی لایت اول نور است بعد مثلا میگه بعد زمینه بعد نمیدونم بعد میگه ماه بعد میگه خورشید بعد یک همچین چیزیه ترتیب واقعیش اینه که اصلا نور اول نیست در حقیقت اول خلقت است یعنی تا حدودا چندین میلیون سال بعد از بیگ بنگ هیچ نوری وجود نداشته و نور حاصل ستاره هاست حاصل وقتی که ستاره ها به وجود میاد وقتی ستاره ای نباشه نور هم نیست چون بعد از بیگ بنگ تنها عناصری که بودن هیدروژن و اندکی لیفیومه هیدروژن هیلیوم یا اندکی هم لیفیوم. اصل داستان هیدروژنه که هیدروژن حالا به دلیل فلکچویشن که بعدا توضیح میدم یک بخشایی از جهان فشرده شده تبدیل شده به ستاره و این ستاره ها که نور تولید کردن نور خیلی بعدتر در عالم اومده اون اول نبوده ثانیا زمین خیلی خیلی جدیده بوده چهار میلیارد سالشه چهار میلیارد سالشه اه، 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 یونیورس اه، عمرش 13 خورده میلیارد ساله یعنی این هم کاملا غلطه و بعد میگه نمیدونم در حتی در مورد حیات که اول مثلا در حقیقت حیات اول از آب شروع شده بعد گیاهان بودن بعد نمیدونم جانوران بودن این این ترتیبا همه تو اون کتاب غلطه برای همین کسانی که از این حرفا میزنن تنها حرفشون اینه که آقا اول هیچی نبود بعد از هیچی چیزی خلق شد که این خودش خلاف بیگ بنگه که من میخوام آخر سر توضیح بدم که اصلا این تصور اشتباه هست که چیزی به نام هیچی وجود داره متاسفانه این این م متافور به فارسی چی میشه اس... استاره متافور میشه استاره بله خب من کاری که دین داره معمولا میکنن این چیزایی که این, این چیزایی که تو قرآن و انجیل غلط در میاد علم اثبات میکنه که غلطه اینا رو میگن اینا استاره بوده اینا رو شما متوجه نشدید بله. و, و, و اون قسمت که تصادفی مثلا یه ذرش یک ذره شبیه اون چیزی در میاد که دنیای علم گفته میگن اینا رو د... اینا استاره نیست اینا رو باید دقیقا همونجوری بخونین که گفته و همچه تصمیم چیزایی که تصمیم میگیرن استاره است و چیزایی که تصمیم میگیرن استاره نیست بر اساس اینه که دنیای علم داره چی میگه ولی خ... منم همیشه میگم شما با هر کتابی میتونین بازی رو انجام بدین شما با کتاب آشپزی رو من بردارم میتونم یه چیزی پیدا کنم توش که نزدیک شبیه داشته باشه به توضیح بیگ بنگ و, غ... و بگم این کتاب بیگ داره در بنگ با... با, هر... با هر کتاب شعری با من با حافظ میتونم این کارو کنم با قران میتونم این کارو کنم با انجیل میتونم این کارو کنم با هر کتابی من میتونم این کارو بکنم هرجوری داستان درش بکنم هر کتابی که بنز کافی بلند باشه بالاخره یه چیزی توش میتونیم پیدا بکنیم که بتونین با یه ذره ژیمناستیکی یه خونه که بگین که مثلا یه چیز دیگه داره میگه که علمو پیش بینی کرده از قبل از اینکه دانشمند رو بدونه یه دوست اینجا نوشتن که این مقالته زیبای این دوستان مسلمان رو بیان کردن که سوره انبیاء آیه سی هم هست که میگه خدا آسمان رو از زمین جدا کرد این واقعا اصلا من انقدر در این باب صحبت کردم که دیگه اصلا روانم آزار میبینه وقتی اینو میبینم واقعا فقط من در پاسخ به این دوست عزیز بگم که دوست عزیز اولا که زمین از آسمان جدا نشده این غلطه این تصور پریمیتیو بابلی هاست که من براتون حالا تو میتونم بعدا تو کامنت ها بنویسم که دقیقا کدام خداست که ادعا کرده بودن که او زمین رو از آسمان جدا کرده حدودا 1500 سال قبل از حضرت محمد حالا محمد یعنی این چیزی نیست که از کسی از آستین خودش در برده باشه اینا باورهای کهنه یک ثانیا زمین از آسمان جدا نشده آسمان معنا نمیده این جو زمین یک چیزی حدود 100 مایله اصلا آسمانی نیست فضای خالی است زمین یک کره است که یک سری ستاداست بوده سنگ و کلوخ آسمانی بوده در سر جاذبه به هم خورده چهار مدت سال پیش یکی شده آسمانی وجود نداره که از زمین شما اگر دلتون میخواد که بیگ بنگ رو به یک مدلی ربط بدید به این آیه یه بحث دیگری است همین حالت رو من به راحتی میتونم از دل متون اوستا در بیارم میشه از دل متون داو در آورد این مقالطه در حقیقت اینترپریتیشن هست که شما یک متن رو بگیرید میخواد تفسیر تفسیرش شما یک شعری داره فکر میکنم حالا یادم بیاد اسم شاعر یک مرد یک عارفی است مال قرن همین دو سه قرن پیش که میگه که چشم دل باز کن که جان بینی هر چه نادیدنی است آن بینی چون به اقلیم عشق دستاری همه آفاق گلستان بینی دل هر ذره ای که بشکافی آفتا بیشتر میان بینی من میخوام بگم آقا این رسما توضیح فیزیک اتمیه دل هر ذره ای که بشکافی آفتا بیشتر میان <تصفح> حالا من میخوام ببینم اگر یک چیزی یک صدم این به این وضوح در این کتب مقدس این دوستان توضیح داده شده بود که همه ما رو به سلابه کشیده بودن میگفتن مگه نمیگید فیزیک اتمی بفرما اینم اینجا <تصفح> گفته شما عب... ادعاتون این نیست که این واقعا حتما یه یه دیده ایشون یه فندری دیده یه چیزی عرم. دیده در درون یکی یکی یک یک چیزی بافته فیزیک آره نه من میخوام بگم بعضی برای که بعضی من تو احت... احتمال داره که نف... منظور شما رو نفهمه شما ادعاتون اینه که شما هر چیزی رو ما میتونیم باهاش همچین بازی رو بکنیم دقیقا یعنی okay. okay. چون... okay. والا اگر صحبت های این فیلسوف های نشرالیست طبیعتگرای یونان رو با بخونیم بسیار بسیار بله حاطف اسفحانی نوشتن اینجا اسفحانی. این نشرالیست های یونانی رو بخونیم بسیار بسیار جالب تره از این محملات بیهوده این کتب ادیان ابراهیمی بگذاریم حالا وارد این داستان نشید ا... <تص> در قوانین کیهانشناسی چیزی تو کیهانشناسی جدید یا کازمالجی ما سه تا قانون اصلی داریم که این رو پذیرفتیم به عنوان بدیهیات پذیرفتیمش یکیش اینه که همه عالم از اتم ها و مولکول هایی که در خود شبیه زمین هم هست تشکیل شده یعنی که ما پذیرفتیم که آقا اگر در زمین یک حدود 118 تا المنت باشه حالا ممکن یک دو برون برتر. این صد و تا این بر این 118 تا عنصر همین ها تو کره ما هم اگر باشن همین ها هستن در خورشید در خورشید که اینا نیستن در باقی کهکشان هم همین ها هستن چیز دیگری نیست دو قوانین عالم همه یکی هستن یعنی اینطوری نیست که قانون مثلا چه میدونم قانون فارادی اینجا صدق بکنه یا نسبیت انیشتن اینجا باشه مثلا تو توی اندرومدا یا توی کهکشان اندرومدا نباشه مثلا توی کپلر 22 نباشه مثلا نمیشم چیزی همه جا این رو هم در نظر گرفتیم که یکیست است سومیش اینه که قوانین گذشته به آینده صدق میکنه یعنی گذشته و آینده شبیه همن اینطور نیست که قوانین فیزیک دو روز پیش یک جور دیگه بوده پس در آینده ما نمیدونیم چه جوریه ما اینو پذیرفتیم که گذشته شبیه آینده است حالا دوستانی هم که میخوان در موردش بخونن به نوشته های هیوم میتونن مراجعه بکنن هیوم فیلسوف انگلیسی در این زمینه بسیار تو علیت خودش بسیار توضیح داده ده. Treaties on Human Understanding اسم کتاب هست نمیدونم به فارسی چی ترجمه شده ولی بسیار جالب نوشته که چرا گذشته شبیه آینده است